در 140 کیلومتری پایتخت هند به روستایی رفتیم به نام پندری. در ابتدای روستا دانشسرایی به نام حضرت زهرا سلام الله علیها بود که دختران و پسرانش در محبت مشغول دعا کردن بودند. با گذشتن از این مرکز آموزشی به داخل روستا رفتیم که این تابلو توجه ما را جلب کرد. تابلویی که از مذهب و دین ساکنان اینجا حکایت می کرد. آب، سرسبزی و تلاش و کوشش در اینجا موج می زد. مردم نماز ظهر و عصر را خوانده بودند و این صدا از امام باره روستا به گوش می رسید. بیش از 90% اهالی مسلمان و از سادات هستند. بر بالای مغازه های روستا تابلوهای درباره عظمت عاشورا وجود داشت. اسم من سید محمد حیدر زیدی است. ما از نسل سادات هستیم. نسل ما قرنها در این منطقه ساکن بوده و اکنون نیز تداوم داره. متناسب با افزایش جمعیت، مساجد و امام باره ها در روستا نیز در حال توسعه و نوسازی بودند. 800 سال سے اوپر کی آبادی ہے. بیش از 18 سال است که سادات در این روستا سکونت دارند. در محوطه امام باره صدها نفر از اهالی در فضای باز نشسته بودند تا با بررسی شجره نامه ساکنان از تاریخچه و پیشینه خود مطلع شوند. خیلی از این سادات خدمات بزرگی رو به کشور هندوستان کردند. فرزندان ما باید بدانند که از چه نسل ارزشمند و گرانبهایی هستند. وقتی شما از بزرگان و اجداد خود نام میبرید، تلاش میکنید سیره و روش آنها را سلوحه زندگی خود قرار دهید. این شجره نامه بعد از 30 سال وقفه حالا تکمیل شده است و قرار است در روستا بماند تا همه بدانند از کجا آمده اند و چه کسی هستند. طبق سنت تاریخ نگاری محلی، علم انساب و شجره نامه نویسی یکی از راهکارهای ثبت تاریخ و آشنایی با خاندانهای مختلف یک منطقه است. شجره نامه سادات هند کمک میکند نسل جوان سادات این کشور با اتکا به پیشینه پرتوان خود آینده را بهتر و با انگیزه تر بسازد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، پندری، ایالت اتر پرادش هند.